افشاگری جدید. عایشه البصری، سخنگوی پیشین یونامی در عراق. کوبلر در یک جلسه گفت تنها مأموریت او در عراق این است که خواسته نوری مالکی برای بستن کمپ اشرف در عراق را اجرا کند. این کار هیچ ربطی به مأموریت و وظیفه یونامی در عراق نداشت، ولی به سرعت تبدیل به اولویت آن شد. یکی از همکاران ارشد من به کوبلر فریاد زد: من یک وکیل هستم و به تو میگویم این یادداشت تفاهم لعنتی را امضا نکن. او میخواست کاری کند که کوبلر از انجام کار کثیف مالکی پرهیز کند، ولی گوش بدهکاری وجود نداشت. من همیشه تلاش می‌کردم مخالفتم را با او بیان کنم. سرخوردگیم وقتی به اوج رسید که دستور انتقالم از عراق به دارفور را دریافت کردم و از آنجا که دیگر تحمل استمالت و مماشات ملل متحد با یک رژیم دیکتاتور و جانی را نداشتم، با انتقالم موافقت کردم. سایت الفانت 11 مهر 99 نوشت: در حالی که سازمان ملل 75 سالگرد خود را برگزار می کند، یک کارمند سابق سازمان ملل متحد دروی شورای امنیت را که مدعی حقوق بشر است اما منافع سیاسی و اقتصادی قدرتمندترین اعضایش را تأمین می کند برملا کرده است. عایشه البصری توضیح می دهد که چه چیزی باعث شد از کارش در سازمان ملل استعفا بدهد. عایشه در مقاله‌ای که منتشر کرده میگوید یونامی نوری مالکی را که مسبب اصلی نقض حقوق بشر و مانع یک دولت ملی در عراق بود تقویت میکرد. در زمان مالکی یونامی تحت ریاست مارتین کوبلر دیپلمات آلمانی به مرد دست نشانده رژیم ایران و آمریکا در بغداد خدمت کرد تا این کشور را که دچار هرج و مرج بود به استبداد و تروریسم بکشاند. کوبلر بعد از اینکه در اکتبر 2011 مأموریت عراق را دریافت کرد، در یک جلسه گفت تنها مأموریت او در عراق این است که خواسته نوری مالکی را که بستن کمپ اشرف در عراق است اجرا کند. این کار هیچ ربطی به مأموریت و وظیفه یونامی در عراق نداشت، ولی به سرعت تبدیل به اولویت آن شد. کوبلر تحت فرمان شخصی به نام لین پاسکو، رئیس آمریکایی بخش سیاسی ملل متحد در نیویورک کار می‌کرد. لین سیاست خارجی آمریکا را از طریق یونامی و سایر ارگان‌های ملل متحد پیش می‌برد. از آنجا که شرکت نفتی اکسون موبیل در عراق سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده بود، باید مالکی را راضی می‌کردند. این به معنی اولویت بخشیدن به جابجایی مخالفان ایرانی، مجاهدین از کمپ اشرف نسبت به سایر مسائل مهم عراق و تشکیل دولت و امور حیاتی این کشور بود. تنها مخالفتی که کوبلر با آن روبرو بود از سوی ما کارمندان یونامی بود. در سراسر تجربه و سابقه من در کار با ملل متحد هرگز این میزان مخالفت شدید از سوی همکارانم علیه رئیسشان در عراق ندیده بودم. مخالفت کارکنان یونامی با کوبلر بالا گرفت. یکی از همکاران ارشد من به کوبلر فریاد زد: من یک وکیل هستم و به تو میگویم این یادداشت تفاهم لعنتی را امضا نکن. او میخواست کاری کند که کوبلر از انجام کار کثیف مالکی پرهیز کند.
ولی گوش بدهکاری وجود نداشت. در حالی که مجاهدین داشتند از اشرف به لیبرتی منتقل می شدند، سرنوشت عراق در نیویورک رقم می خورد و به یمن مانورهای رژیم ایران در عراق و چراغ سبز دولت اوباما به این مانورها، مالکی چنگالش بر قدرت را تحکیم می کرد. کوبلر همواره به عنوان مشاور ارشد مالکی عمل می کرد. من همیشه تلاش می کردم مخالفتم را با او بیان کنم، ولی همواره هم شکست می خوردم. این سرخوردگی وقتی به اوج رسید که دستور انتقالم از عراق به دارفور را دریافت کردم. از آنجا که دیگر تحمل استمالت و مماشات ملل متحد با یک رژیم دیکتاتور و جانی را نداشتم، با انتقالم موافقت کردم. در نهایت آنچه من در عراق و سودان مشاهده کردم را نمیتوان به یکی دو نفر فاسد یا رفتار بد یونامی در عراق و یونامی در سودان نسبت داد. مشکل بسیار بزرگتر و عمیق‌تر از این حرف‌ها در عمق سیستم تعبیه شده است. این سیاستی است که توسط سازمان ملل متحد در نیویورک پایه‌گذاری می‌شود.